هممون ضربه خوردیم. بدون اینکه هم دیگر ناراحت کنیم باید این مشکل رو حل کنیم. ما نمیخوایم ملتم موقع طلاقم ضربه بخوره. حداقل این بی‌انصافی رو در حقش نکنی. این پرونده هنوز تحقیقاتش هم تموم نشده. اون وقت شما سلیم رو دادگاهی کردین، حکمش هم دادین. این کار شما هم بی‌انصافی بزرگی در حق اون نیست؟ ما نمیخوایم در مورد وضعیت سلیم بحث کنیم. فقط به فکر دخترمون هستیم. هر چه زودتر از همدیگه جدا بشن، باری که رو دوششونه برداشته میشه. حداقل تو جلسه اول دادگاه صبر میکردیم. شاید نظر ملتم هم عوض میشه. ملتم تصمیم قطعیشو گرفته. پس دیگه کارش نمیشه کرد. در مورد خسارت هم منطقی برخورد میکنیم. نگران نباشین. مبلغشو میتونین توی احضاریه طلاق ببینیم. البته. هر بحرانی همیشه به نفع یه عده تموم میشه. بحرانی که شما به وجود آوردین باعث نابودی موقعیت من شد آقای رشاد. زندگی سیاسی به خاطر شما تموم شد. نه این موضوع با پول جبران میشه، نه بلایی که سر دخترم آوردیم. مرتم جون، خیلی تصمیم عجولانه این گرفتی. اگه بعد دادگاه پشیمون بشی. اتفاقا از این پشیمونم که تا الان صبر کردم. خواهش میکنم مرتم، یه شانس دیگه بهش بده. اگه بعد این تهمت تو هم ترکش کنی، تو رو خدا دست برداری. شما که حقیقت رو میدونید. پریان خانم، خواهش میکنم، ملتم به اندازه کافی خسته است. گریه نکنید. نمیخوام تو رو از دست بدم. تو این ازدواج تنها دلخوشیم شما بودین. با وجود همه چی بازم دوستتون دارم. خواهش میکنم یکم دیگه فکر کن. نه دیگه تموم شد. شما رو سرزنش نمی کنم. یه مادری نمیتونین جور دیگه ای رفتار کنید. با این همه ناامیدی بازم به خاطر سلیم تلاش میکنید. تلاشتونم قابل احترامه. لطفاً دیگه گریه نکنید، خواهش میکنم. تو اون خانواده فقط از شما دلخور نیستم، باور کنید. هر دومون مادری بهتر از هر کسی همدیگر رو درک میکنیم. اون دخترم یه خانواده ای داره. با اینکه پیش اونا نبودیم این همه عذاب کشیدیم. خدا میدونه اونا چیا کشیدن. وقتی فکرشو میکنیم کاملا مطمئن میشیم که نمیتونیم جایی تو این ماجرا داشته باشیم. پریان خانم، ملتمو تحت فشار نذارین. به عنوان یه مادر ازتون خواهش میکنم.